بیننده برنامه خودتان برنامه صبح زندگی است آهنگ زیبایی از ولی جان بود که تقدیمتان شد انشالله که خوشتان آمده باشه در ادامه برنامه قرار داریم البته ناگفته نباید گذاشت که همه آگاه هستن روز چهارشنبه هفته گذاشته نتایج عمومی کانکور 1398 اعلان شد و عزیزایی که کامیاب شده بودن برشان یک بار دیگر مبارکی میگم انشالله که بخیر درس های خود را آغاز بکنین و به طرف پلانا و اهدافی که دارین بخیر خیر زودی قدم قدم بگذارین و آهسته با دنبال کردن درس با دنبال کردن این موفقیت بزرگی که نصیبتان شد پیشرفت های خوب تر در زندگیتان داشته باشین امروز ها مهمان عزیز را کنار خود داریم اول نمره عمومی کنکور امسال که سال 1398 اعلان شد از ولایت هرات احمد راشد جان با ما هستند در استودیو و امروز صحبت های شیرین با, ایشان می داشته باشیم که از کجا آغاز کردن مراحل مهمتر در امتحان کنکور که سپری کردن چی ها بود و خوشبختانه که با نمره 350 که به تپ راه پیدا بکنن و بیشتر از خودشان پرسان میکنیم که چگونه آغاز کردن و تا, زمانی که اینا اول نمره عمومی اعلان شدن تمام احساسی که داشتن تمام تلاشایی که کردن با ایشان صحبت های می داشته باشیم ما, ما در حال حاضر باشن سلام و صبح بخیر داریم خیلی خوش آمدین این موفقیت بزرگ بر شما و خانواده عزیزتان بر تمام هموطنان عزیز ما تبریک میگم نوال تر از همه یک سلام و صبح بخیر خدمت شما و همچنان همکارایشتان در تلویزیون شبکه آریانا و همچنان بین هایی که همین حالا ما را از طریق برنامه صبح زندگی تماشا می عالی است قبل از ای که من برم به طرف سوالا اما لحظه ای که اعلان شد نمرات تو و نمره خودت دیدی نتیجه تا اما لحظه که دیدی احساس خودت بر بیننده های عزیز ما بگو که عزیز ما خیلی دوست دارن موفقیت هم مخصوصا کسایی که منتظر بودن نتایج اعلان شود وقت اعلان نتایج خوب یک چیده معمولیه که هر کس استرس داره من زیاد استرس داشتم و وقت اعلانی خصوصا که خود رئیس کمیته ملی امتحانات هم نتایج از پنجم شروع کردن به خواندن و وقتی که مو اول نمره رو خواندن خیلی هیجانی بود خیلی استرس داشتن تا اینکه خواندن و یک حس خیلی خوشی که به فعلا تجربه نکرده چقدر انتظار داشتین که همچی یک لحظه در زندگی تان اتفاق بیفته و از آمادگی تان بگوین که امسال تانستین مقام بزرگ را کسب بکنین چقدر آمادگی گرفته بودین در قسمت آمادگی کانکور چون که خودمو امتحان کانکور مضامینی که هست از مضامین مکتب در بله. کل ما سا هر سال که ما مکتب درس میخوانیم به این نتیجه از این رول داره و خصوصا سینف دوازده که باز کانکور پیشتر تمرکز ما به سوی مزامین درس های کانکوری است بله. و با کمک مکتب افغان توگ و همچنان کورس کانکوری امید افغان توگ و با, با تشویق فامیل و همچنین دیگه کمک های مادی و معنوی توانستن که به این نتیجه دست آری است بیشتر کدام مزامین می خواندین کدام مزامین به نظر خودتان میتونست که سرنوشت ساز باشه در این امتحانی که پیش رو داشتین در کل تمام مزامین که شامل پروگرام پروسه کانکوری از هم اجتماعیات هم مزامین ساینسی ولی در قسمت مزامین ساینسی باید بیشتر تلاش صورت بگیره چون که اونا اون مزامین هم بیشتر نمرات به اونا اختصاص داده میشه و هم مزامین مهمتر که در وقت پانتون هم بیشتر کاربرد داره انتخاب نخستتان هم تب بود دیگه بله انتخاب تان چی بود؟ انتخاب دوم استماتولوژی الی است yes. uh, خوشبختانه خدا را شکر که به ما انتخاب اولتان دست یافتین و این موفقیت بزرگ تان شد uh, بیشتر عزیزایی که امتحان کانکور میخواین سپری بکنن حالا خود تجربه کردیم امتحان کانکور <تصفح> از امو استرسایش بگو از امو تشویشایی که برای خودت پیش شد و از مزامینی که فکر میکنی بسیار مهم است یک شاگرده که میخواد امتحان کانکور بده باید بیشتر اطلاعات داشته باشه و لایق باشه حداقل مضمون بتونه که حل مشکل بکنه کدام بیشتر بود؟ در قسمت درس‌های درس های کانکوری که از هم مزامین مهمتر مضامین ریاضیات اون بخش ریاضیات که 43 سوال کانکور فقط به بخش ریاضیات اختصاص داده شده و همچنین ذریب و نمرات ریاضیات هم بلندتر از دیگه نمرات یعنی شاگردا باید اول تمرکز اصلی روی مضامین ریاضیات باشه ریاضی باشه بعدا مضامین ساینسی و بعدا در آخر هم مضامین اجتماعیات و وقتی که اگه ما یک نتیجه خوب بگیرم باید تمام مضامین یاد داشته باشن عالی است از شفافیت برای ما بگو که اکثریت عزیزای ما سالای قبل شکایت شکایت میکردن میگفتن که چرا باید درس بخونیم در حالی که اول نمره و دوم نمره کسایی که کامیاب هستن در امتحان کنکور مشخص است خودت چگونه سپری کردی امتحان را از شفافیت بگو از مواردی که خودت لازم دانستی و خواستی شاهد باشی بگو در قسمت کنکور سال به سال یک تغییراتی به وجود میاد سال هم خیلی خوب بود امسال هم خوب سپری شد امتحان واقعا شفاف بود و در قسمت امتحان ما از کمیته ملی امتحانات متشکری میکنیم با امتحان شفافی که برگزار کردن حالی است. خوب است. که امروز ما از زبان یک جوان بشنویم که چقدر برنامه ریزی خوب است در زندگی که انسان داشته باشه چقدر تانستی برنامه ریزی خوبتر داشته باشی تا تانستی با این موفقیت بزرگ دست بیافی یعنی مکمل بر ما از برنامه ریزی یک جوان بگو که چقدر میتونه سرنوش ساز باشه براش که به خودت امروز اون مقام را کسب کردی در قسمت برنامه ریزی، در شروع برنامه ریزی، انسان باید یک هدف تعیین کنه بعد از نظر شک. به او هدف خوب از یک برنامه به خود کنه ده. باز مات در قسمت برنامه ریزی یو یو برنامه کې ینه کې از طرفمو کورس کانکورۍ بره ما تاییه میشه که با برنامه پیش بوره. باز در قسمت درس خواندن روزانه با خود ما برای یک برنامه تیار میکنین که چی وقت بهتر درس میتونیم بخونیم بهتر یاد گرفته میتونیم باز در همون وقت بیشتر درس میخونیم علی است مطمئنا امروز خود اعضای فامیل هم بودن که رفتن اونجا امتحان ممکن داده باشن اگر اعضای فامیل نبوده باشن دوستایتان حتما بودن اونا هم راه یافتن بله دوستای ما از مکتب افغان تو هم شما اون کورس و کانکوری ما زیاد راه یافتن به فاکولته های بلند و مو که خواسته بودن را یافتم همچنان چهارم نمره عمومی کانکور افغانستان هم از مکتب خود ما شد هم 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 بود بود. علی استید جوانا چی بود نسبت به امتحان قبل از که شما برین به سر های امتحان چیگونه بود فکر از اونا گفته های از اونا ای که خودت بیشتر اشاره کردی که خوشبختانه هر سال که مگذره دید همگی نسبت به امتحانات کانکور کاملا فرق میکنه بله قبل از کنکور ما زیاد استرس داشتیم از این برگزاری چی رقم میشه شفاف خواهد بود یا نه باز در این قسمت از کسایی که تجربه کرده بودن سال پیش باز از اینا که میپرسیده میگفتم واقعا همون سن کنکور آرامه و چیز نیاز به استرس وجود نداره بسیار هیجانی بود بله باز باز هم یک چیز معمولی تا وقتی که همو برق دست ما ورق دستمان آدم باز ما استرس داشتیم تا اینکه خود چپتر سوالات دادن دستم وقتی که پارچر را حل کردین دادین چقدر مطمئن بودین که میتونین برشته ای که انتخاب کردین راه پیدا بودین؟ وقتی که پارچه کار کردم نظر به ای که کار کرده بودم خیلی خوش بودم همچنان خیلی امیدوار بودم به نتایج بیشتر هم سینفی هم همه حسه داشتن که پارچر خوب کار کرده بودن و امیدوار بودن به نتیجه ای که خوب است. رشد جان اکثریت عزیزای ما هستند میگن که حالا شکر اینقدر امکانات خوب شده در کابل مخصوصا در افغانستانی که پنتونای شخصی هم حالا تدریس میکنن اکثریت ها میگن که نیچرا چرا ما باید درس بخونیم در حالی که کامیابی امتحان کاملا مشخص است بیا ما کامیاب نمیشیم گفتنی خودت بر اونا چی است خودت که به حیثیت کس رفته بودی اونجا که اصلا شناخت نداشتی به یک فرد عادی رفته بودی اونجا امتحان خود را سفری کردی گفتنی خودت و دید خودت با اونا چی بود امیتانه در این قسمت هر کس که بیشتر تلاش کنه هر کس که بیشتر زحمت بکشه مسلمان نتیجه بهتری میگیره و کسایی که درس نمیخوانند، یعنی یعنی هر کس که درس بخونه میتونه نتیجه بگیره اونها هم میشه شروع کنن درس خواندن و اگر خواست باشن میتونن به یک نتیجه خوبی برسن عالی است برنامه بعدی آقای راشد چی است فعلا که به خاطر تحصیلات عالی که اگر زمینه مهیا شه به خارج از کشور در پانتون های بلند در سطح جهان به او قسم پانتون ها تحصیل کنم باز وقتی که تانستم به تحصیل یک شخص تحصیل کرده خوب باشم باز او وقت برمیگردم به افغانستان تا تا که بتوانم به جامعه خدمت کنم الیاس، انشالله ما موفقیت های هرچی بیشتر بر شما تمنا میکنیم. از تقدیر مردم بگوین از تقدیر خود حکومت در قسمتی که شما اول نمره عمومی کنکور 1398 شده هم بگوین مطمئنا رسانه های عزیز هم میزبان شما بودن. در این قسمت از دوستای ما از فامیل از خانواده خیلی تشویق کردن همچنان دیگه مردم خود ولایت ایرات و همچنان افغانستان در کل و رسانه های جمعی هم زیاد تشویق نمیدم و تبریکی گفتن و در قسمت حکومت بعضی از ارگان های دولتی تماس گرفتن تبریکی گفتن آلیز. و در قسمت باز مقام های بلندتر تا فعلا کدام تماس نگرفتند و در این مورد انشالله باز با... در خانه و بین اقارب چقدر تشویق شدی؟ خیلی زیاد تشویق کردند دیگه واقعا یک اک... <تصفح> چیز قابل تشویق بود آخرین گفتنی خودت به عنوان یک جوانی که این موفقیت بزرگ را کسب کرده و گفتنی خودت بر جوانای عزیز دیگر چی است که ما پیام خیلی زیبایی تا از ست صبح زندگی بر عزیزای ما داشته باشیم پیام به با تمام جوانای افغانستان که در حال تحصیل هستند و چه اونایی که در حال تحصیل نیستن همه می که دست به دست هم بدین تحصیل کنند و در آینده بتانیم افغانستان بهتری داشته باشیم خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردی خوشحال شدیم سلام. چند لحظه تان تونستیم امرای خودت صحبت های شیرین داشته باشیم انشالله موفق باشی و بازم یک بار دیگر این موفقیت بزرگ بر خودت مبارک میگم تشکر سلام خیلی سپاس سپاس از تمام بیننده های که تا حال ما را همراهی کردین ما را تا آخر برنامه امروز فراموش نکنین تا ساعت ده فقط ما را همراهی کنین تا چند لحظه بعد پس از یک میان برنامه کوتاه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنید